他今年首次出访就选择中国。他赞赏中国提出的一带一路倡议和全球发展倡议、安全倡议，期待两国扩大合作。他反对单边主义和霸权霸凌，指责美国企图凭借制裁施压，迫使伊朗改变道路。 伊朗总统莱西访华期间接受高端访谈独家专访，敬请收看。关注国际焦点，洞察世界风云。大家好，欢迎收看本期高端访谈，我是王冠。历经考验，历久弥坚，这是到访的伊朗总统莱西在同习近平主席会谈时对中伊关系的描述。 莱西总统此次访华备受关注。面对复杂的地区形势和国际形势，中伊全面战略伙伴关系如何能得到新的发展？积极寻求向东看政策的伊朗能否抵御住西方制裁的冲击？而历经波折之后，伊核协议是否还有恢复履约的希望？带着这些问题，让我们一起走进今天的对话嘉宾——伊朗总统莱西。莱西总统您好，欢迎来到北京。 دن فرصتی هست برای من که هم سلامی به مردم چین داشته باشم هم سال نورو تبریک بگم بهشون و هم از پذیرایی و استقبال آقای رئیس جمهور و

با کشور چین رابطه دوستانه داریم دو کشور دارای یک تمدن و پیشینه بسیار کهنی هستند و دو کشور امروز در جایگاهی هستند که هم مواضع مشترک دارند هم منافع مشترک دارند نگاه چین و ایران مشترک در مبارزه با یک جانب گرایی در عالم نگاه چین و ایران مشترک در استقلال کشور امروز هم چین به استقلال فکر میکنه و هم ایران اسلامی به یک ایران مستقل فکر میکنه قدرتمند شدن ایران اسلامی خاست دشمنان نیست و امروز چین مستقل و قوی رو هم دشمنان چین نمی پسندن. ما در سطح آسیا با هم میتونیم همکاری های مشترکی داشته باشیم هم دو جانبه هم به اعتبار سازمان های منطقی مثل سازمان همکاری های شانگهای و ظرفیت هایی که امروز در چین وجود داره و ظرفیت هایی که در ایران وجود داره ما رو به هم نزدیک کرده این همکاری مشترک بین دو کشور روز به روز بیشتر میشه و امروز چین رو به عنوان یکی از مهمترین شریک تجاری ایران میتونیم ازش یاد بکنیم سفر بنده هم به چین در راستای یک نگاه راه است که ما با همکاری با هم به همکاری با چین رو داریم این نگاه با نگاه های ارتباط دیپلماسی با کشورهای دیگه متفاوته خب ما با خیلی از کشورها ارتباط داریم اما نگاهی که به همکاری با چین وجود داره یک نگاه کاملا راهبردیه این نگاه راهبردی امروز تبدیل شده به سند همکاری های راهبردی ایران و چین عنوان سند همکاری های 25 ساله این سفر هم نقطه عطفی است در جهت ارتقاء و توسعه روابط بین ایران و چین در همه ارسا هم همکاری های سیاسی هم همکاری های اقتصادی و هم در حوزه های علم و فناوری و در حوزه های بیشتر 埃希总统，您说到了和中国发展经贸关系，我们注意到在您访华期间，双方签订了涵盖很多领域的经贸协议。您觉得这次签订的这些协议对提升中医全面战略伙伴关系会起到哪些推动作用？而这些协议对双方的企业、对双方的投资者、对双方的消费者，啊，会带来哪些实实在在,在的好处、啊？ اراده جدی دو کشور در سطح مسئولین عالی دو کشور برای همکاری و برای همگرایی بین دو کشور ایران و چین پیامش برای همه شرکت ها برای همه کارآفرینان و برای همه فعالان اقتصادی در دو کشور این خواهد بود که مسئولین عالی در دو کشور اراده جدی دارند برای تداوم همکاری لذا ما با همه فعالان اقتصادی در چین و در ایران اعلام میکنیم که ظرفیت های بسیاری که امروز در کشور در دو کشور وجود داره بازشناسی کنند و سعی بکنند در جهت ارتقاء روابط تجاری بین دو کشور حرکت بکنند ما تفاهم نامه هایی که با چین دیروز به امروز ها رسوندیم مسئولین عالی دو کشور در وزارت های مختلف این توافق ها را امضا کردن در حوزه صنعت معدن کشاورزی و راه های مواصلاتی و در حوزه های فرهنگی و رسانه بین تو کش دو کشور همکاری متفاوتی رقم بخوره 埃希总统，刚才您提到了习近平主席对您的热情的接待，其实这是过去半年左右的时间，您和习主席第二次面对面的交流。他给您留下了什么样的印象？呃、uh,，您如何评价他的主张和执政理念？مان اولان انتخاب مجدد آقای شیخینگ پینگ را بیشون و مردم کشور دوست ما چین تبریک ارزن کنم. نشون میده که تجربیات ایشون در کشورداری و در نگاه های به ویژه در حوزه های سیاسی و اقتصادی و تجاری مورد تایید تصمیمگیران و مردم چین هست من دیداری که با آقای شی در سمرغن داشتم در اون دیدار مواحص خیلی خوبی بین ما مطرح شد دعوتی که ایشون از بنده داشتن برای همکاری با بریکس و در یک نشست به من تونستم دیدگاه های خودم رو به اعضای بریکس اعلام بکنم و داره دنبال میشه فکر میکنم که سطح همکاری ما چه در سطح سازمان های منطقی و فرامنطقی و چه همکاری های دو جانبه نقطه عطفی قرار داده برای همکاری های ایران و چین و نوع ارتباطات چه تلفنی و چه حضوری به ویژه این نشستی که دیروز بین ما انجام شد اراده برای توسعه همکاری ها بین ایران و چین رو کاملا از نگاه ایشون دریافتم و فکر میکنم کنم زمینه ها برای این همکاری کاملا بین دو کشور و دو ملت آماده است ظرفیت های بسیاری هم وجود داره خوب جنابالی مطلعید که همکاری بین ایران و چین برمیگرده به صدها سال قبل و تمدن چینی و تمدن ایرانی و جاده ابریشم که امروز ابتکار آقای رئیس جمهور چین طرح در واقع کمربند راه یا جاده است که از نویشون مطرح شده و مورد استقبال ما قرار گرفته موضوع توسعه جهانی است که ابتکار دیگر آقای رئیس جمهور است به همین ترتیب امنیت جهانی است که هم ابتکار امنیت جهانی هم ابتکار توسعه جهانی و هم ابتکار کمربند راه هسته ابتکار آقای رئیس جمهور مورد حمایت ماست و ما هم 那就刚才您说到了古代丝绸之路，我们都知道中国和伊朗呃一起参与和缔造了那段辉煌的历史啊，因为在那条路上不仅有商品的交换，还有文化文明的交融。那您觉得中方现在提出的共建“一带一路”倡议会如何帮助中国、帮助伊朗和帮助整个地区发展？ از طریق چین صورت میگیره در کشورهای مختلفی خوب این حتما به نفع کشورهای این مسیر کمربند راه هستش به نفع چین و به نفع ایران به خاطر اینکه اولا اون ارتباط باستانی جاده ابریشم احیا خواهد شد به نحو مدرن و نوین که صورت خواهد گرفت در منطقه و در ثانی روابط تجاری و اقتصادی منطقه تسهیل خواهد شد من به نظرم این ایده کمربند راه وضعیت تجاری و اقتصادی منطقه رو و شاید بخش جدی از جهان رو تسهیل میکنه و آسان میکنه به این باعث میشه که به ظرفیت های کشورهای این مسیر توجه بیشتری بشه و من به نظرم این ایده میتونه در جهت اهداف مهمی که در سازمان همکاری های شانگهای است و اهداف مهمی که در توسعه 受到美国的制裁呢？呃，我们知道，即使在疫情最严重的时候，美国对伊朗的制裁并没有放松。我们看到报道说，一些伊朗的病人，甚至是癌症病人都没有办法买到一些相关的进口药，而且伊朗没有办法从一些国家进口疫苗。美国还阻挠了伊朗向 IMF 提出的五十亿美元的贷款申请。 美国制裁这个概念其实很多人可能都听过但是具体到伊朗具体到每一个伊朗人的生活总统先生 امریکایی که ووق <applause> خودشون بیشترین فشار رو میخوان نسبت به ایران وارد کنند که ایران از اهداف بلندش نشینی کنه تحریم در واقع یک ابزار است مثل ابزار نظامی که دیروز امریکایی ازش استفاده کردن برای فشار به ایران حالا از ابزار تحریمی دارن استفاده میکنن در واقع این همون جنگ متاش ابزارش عوض عبز شده دیروز ابزار نظامی بود امروز ابزار تحریمیه و بسیار بیرحمانه این تحریم رو دنبال میکنن بیرحمی هم از این جهته که حتی دارو رو که مورد نیاز بیماران هست بر ایران و برای ایران تحریم کردن داروهای مورد نیاز که حتی نسبت به بیماری های پروانه ای که بچه ها مبتلا بش هستند و بسیار برای خانواده هایی که مبتلا به این بیماری هستند و بچه های اونها زجرآور این بیماری اما داروش رو اینها تحریم کردن کرونا و واکسن کرونا رو تحریم کرده. اولین دیداری که من با آقای دبیر کل سازمان ملل داشتم در نیویورک ایشون ابتدای دیدار از من عذرخواهی کرد گفت من عذر میخوام که هر چه تلاش کردم نتونستم تحریم ها رو نسبت به واکسن کرونا از ایران بردارم و این تحریم ها نتونست برداشته بشه من بیشون اعلام کردم که موفق شدیم در جمهوری اسلامی شش نوع واکسن تولید کنیم دو واکسن با همکاری کشورهای دیگه و چهار واکسن به صورت مستقل و کاملا توسط کارشناسان و متخصصین ایرانی تولید شده و امروز ما از وارد کننده واکسن تبدیل شدیم به صادر کننده واکسن بیش از هفتاد درصد از مردم کشورمون هم واکسینه شدند. و در این قضیه من به جاست از آقای رئیس جمهور چین به صورت خاص و از دولت و ملت چین تشکر و تقدیر بکنم به خاطر اینکه در روزهای آغازین دولت ما این همکاری باعث شد که ما مشکل کمبود واکسن با همکاری چین مرتفع کنیم. 总统先生，我们知道美国对伊朗的制裁已经持续了超过四十年啊。我们算了一下，这期间已经经历了八任美国总统。我们经常听到华盛顿政客用的一套说辞就是，美国对伊朗制裁打击的是伊朗政府，不是伊朗人民。您如何回应这样的说法？شما خوب می همه ملت ها خوب میدونن که تحریم ها نتیجش فشار آوردن بر مردمه اونها در سخن این رو اعلام میکنن که این به خاطر فشار به حکومت ایرانه اما نتیجه این تحریم ها در زندگی مردمه امریکایی ها در واقع میخوان از ملت ایران انتقام بگیرن چون ملت ایران چهل و چهار سال اونها رو ناکام گذاشتن در اهدافشون در جنگ تحمیلی مردم ایران و جوانهای ایرانی مردانه ایستادگی کردند در مقابل خواست امریکایی و در مقابل نظام سلطه ملت ایران چهل و چهار سال ایستادگی داره میکنه اونها و طرفدارانشون همیشه اعلام میکردند که ایران این شش ماه یا اون شش ماه یا این سال یا اون سال در واقع حکومتش پایان میپذیره اما قریب 90 تا شش ماه الان داره میگذره اونهایی که این حرفا رو میزنن خودشون دیگه نیستند بعضیشون در این عالم نیستند بعضیاشون هم در مسئولیت نیستند و ناتوان شدن اما میدونن که جمهوری اسلامی ایران بسیار درخشنده تر و بسیار کارآمدتر و توانمندتر از همیشه داره ادامه میده خب تحریم ها میخواست ملت ما رو متوقف کنه اما ملت ما و جوانهای ما متوقف نشدن دوچار کندی نشدن دوچار ایستایی نشدن به جای اینکه بخوان متوقف بشن از تحریم ها و تهدیدها برای خودشون فرصت ها ساختن پیشرفت های ایران امروز در صنایع مختلف پیشرفت های قابل توجهه. این چه بایدن جمهوری شان تاج و ترامپ جمهوری ایران حاکمان فعلی آمریکا مدعی هستند که حاکمان قبلی آمریکا اشتباه کردن اما ما اونچه که در رفتار حاکمان فعلی می‌بینیم تفاوتی با رفتار حاکمان قدیم نیست به نظر میرسه همچنانی که اونها دنبال تحریم ها بودن اینها هم دنبال تحریم ها هستن اینا مدعی هستن ما دنبال توافق هستیم اما اونچه که در عمل می‌بینیم می‌بینیم که عمل اونها مطابق با ادعاشون نیست یعنی ما به دنبال توافق خوب هستیم اما اونها توافق رو دنبال نمی کنن. هم عهد شکنی کردن در برجام از برجام خارج شدن و هم میز مذاکره رو ترک کردن ایران مز... می... میز مذاکره رو ترک نکرده اونها میز مذاکره رو ترک کردن و اعلام کردن به جای میز مذاکره ما میخوایم در خیابان و در ایجاد آشوب و اختشاش کارمون رو و اهدافمون رو دنبال کنیم خب ما معتقدیم امریکایی ها سخت در اشتباه هستن اشتباه در محاسبات دارن هم برخی از کشورهای اروپایی امروز دوچار اشتباه در محاسبه شدن اینا باید بدونن اشتباه محاسباتی دارن شناختشون از ایران و شناختشون از ملت ایران اشتباهه اینا ملت ایران قیاس کردن با ملت های دیگه فکر میکنن که با اقداماتی بتونن

و حضور پیدا کردیم تیم مذاکره کننده ما حضور پیدا کرد در مذاکرات موازه جمهوری اسلامی رو اعلام کرد اتحادی اروپا مسئولینش رسما گفتن که خواست ایران خواسته های کاملا منطقی و عقلانی است و خواسته های خودمون رو اعلام کردیم تاکید کردیم بر خواسته های خودمون اما اون چه که در گذشته ما شاهدش بودیم یک خروج امریک... امریکایی ها از برجام بود که این مورد نکوهش همه سیاست دنیا قرار گرفت که چرا امریکا به طورت یک جانبه از قرارداد خارج میشه بیش از پانزده بار آجانس انرژی اتمی اعلام کرده که فعالیت های هستی هیچ گونه انحرافی درش نیست این اعلام رو هم با بازرسی هایی که به صورت مداوم از سنت هستی ایران دارن و نظارتی که دارن اعلام کردن اونا اعلام کردن که ما دنبال سلاح هستی نیستیم و دنبال استفاده کردن از این صنعت به صورت صلحآمیز هستیم اما متاسفانه امریکایی هم از این معاهده خارج شدن به صورت یک طرفه هم اروپایی ها به تعهداتشون عمل نکردن در این حال باز هم ما اعلام کردیم به خاطری که در این پیمان کشورهایی مثل چین هستند کشورهایی مثل روسیه است کشورهایی هستند که اونها با حسنیت دارن دنبال میکنن که این توافق صورت بگیره ما هم اعلام کردیم که ما توافق خوب را و توافق عادلانه را از نظر دور نمیداریم که اگر اونها دنبال توافق خوب و توافق عادلانه باشن که به صورت عزتمندانه بتونه توافق صورت بگیره و منافع جمهوری اسلامی درش لحاظ بشه و نگاه هایی که جمهوری اسلامی داره که نگاه ها هم کاملا منطقی و عقلانی است حتما توافق خوب دور از نظر نیست اما ما اونها رو مصمم نمی بینیم الان مشکل عدم تصمیم گیری امریکایی هست. مشکل به هیچ عنوان به جمهوری اسلامی دیگه بر نمی گرده. 莱希总统说到中东问题的和平和稳定，我们都知道伊朗和沙特是两个区域内的大国。呃、啊，我们也注意到伊朗和沙特最近进行了几轮的谈判。伊朗的外交部长也说，希望通过这些谈判逐步恢复和沙特的外交关系。能不能给我们透露一下，呃，两国谈判有没有最新的进展？您对双方恢复外交关系的前景怎么看？مذاکراتی داشتیم با سوریه چند دور مذاکره با میان جیلیه کشور عراق صورت گرفته و با همه کشورهای منطقه ما در حال گفتگو هستیم و گفتگو رو بهترین راه میدونیم برای حل مشکلات و مناقشات حتما در این رابطه هم میتونه گفتگوها بین دو کشور ادامه پیدا کنه و آمادگی برای ادامه گفتگو رو ما داریم

فعال شدن این سازمان میتونه آثار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تجاری در منطقه ما ایفا بکنه و این سازمان از جمله سازمان های موفق بوده به نظر ما که تا کنون تونسته به آرمان ها و اهداف خودش نزدیک بشه لذا هم اعضای این سازمان که در آسیا هستن و هم اهداف این سازمان که اهداف قابل قبولی است برای ما ما رو مایل کرد که در این سازمان عضویت پیدا کنیم و از همون ابتدای دولت از رئیس جمهور محترم چین و از دیگر کشورهای عضو که زمینه عضویت جمهوری اسلامی را در سازمان همکاری شانگهای فراهم کردن باید تقدیر کرد فکر میکنیم که این سازمان میتونه تعامل بین کشورهای عضو رو روز به روز افزایش بده و ظرفیت های منطقه آسیا رو به هم نزدیک بکنه و باعث تبادل تجربیات بین کشورها باشه خصوصا در حوزه های اقتصادی و تجاری و کارهای فناورانه گام های خوبی میتونه برداره و از زمانی هم که ما عضو شانگهای شدیم تلاشمون بوده که از اعضای فعال سازمان همکاری های شانگهای باشیم معتقدیم این همکاری ها میتونه به نزدیک شدن هرچه بهتر امکانات و ظرفیت های کشورهای عضو کمک بود. 来，西总统，您多次公开表示支持习近平主席提出的全球安全倡议和全球发展倡议。那纵观历史，纵观国际关系发展史，您觉得这两个中方的倡议对解决全球发展赤字和全球安全困境的价值在哪里？امروز جهان از بخشی از نامنیها رنج میبره. در روزهای مختلفی. امروز در ارتباطات جهانی روحیه سلطگری آ م ر ی ک ا ی و برخی از کشورها باعث شده که جهان ناامن بشه جنگ و خونریزی در کشورهای مختلف جهان در و در مناطق مختلفی صورت بگیره و هر گونه زمینه ناامنی رو برای خودشون و برای کشورهای دیگه آسیب میبونن لذا حمایت از این ابتکارات امنیت جهانی و توسعه جهانی که امروز جهان باید جهان توسعه یافته باشه البته وقتی ما سخن از توسعه میبریم میگیم که توسعه منظورمون توسعه همه جانبه هستش توسعه یک بودی که فقط توسعه اقتصادی باشه ما مورد توجه نیست توسعه از همه ابعاد توسعه اگر تحت در واقع اشراف مقوله عدالت نباشه این توسعه نمیدونه به کام مردم در دنیا شیرین بشه توسعه باید حتما تحت اشراف عدالت باشه یعنی باید توسعه عادلانه باشه و الله خب بعضی از کشورهای توسعه یافته هستن تو دنیا اونا سخن توسعه میگن اما در کنارش ظلم به ملت‌های دیگه هم میکنن ظلم به برخی از ملت‌های خودشون هم میکنن نه الان این حرکتی که در چین انجام شده که مردم رو از زیر خط فقر نجات داده نجات بدهند یعنی دولت چین تو این گزارشاتی که من این دو روز که در چین بودم داشتم حاکی از اینه که دولت چین داره تلاش میکنه برای اینکه مردم از زیر خط فقر همه مردم نجات پیدا کنن خب این نگاه نگاه کاملا قابل دفاع هست اما بعضی از کشورهای توسعه یافته نام ملت ها رو میبرن اما چند درصد نفع این توسعه یافتگی رو میبرن اما دقیقت کارتل ها و تراست های بزرگ هستن که نفع این رو میبرن مثلا دو درصد سه درصد در واقع از این منافع بهرمند میشن نه همه مردم نه ما اون که میگیم توسعه یعنی که مردم بهرمند بشن از توسعه یافتگی این رو ما مفید میتونیم و معتقدیم از این شعارها باید حمایت کرد هم امنیت برای جهان و هم توسعه یافتگی در سطح کشورهای جهان به ویژه منطقه ما که منطقه بسیار پر است که میتونه توسعه پیدا کنه. من هم از جناب بسیار متشکرم از خودتون و همکاران محترمتون. 整个采访，莱西总统的爱憎分明给我留下了很深的印象。一方面，他坚决反对霸权干预，坚决反对一些国家将本国法律凌驾在国际法之上，然后对伊朗实施制裁和打压；而另外一方面，他说中国是伊朗最好的伙伴。他认为中国向世人展示，一个国家可以在不搞霸权扩张的情况下实现发展和进步，同时帮助其他国家发展。他认为这样的理念值得尊重。 好，感谢收看本期高端访谈，我是王冠，我们下期再会。